ولایت هلمند جایی که 90 درصد کوکنار افغانستان در آن کشت می شود در حال حاضر میزبان هزاران نفر است که برای جمعوری حاصلات کشت کوکنار به این ولایت سرازیر شدند در میان این هزاران نفر افراد گروه طالبان نیز شاملند که برای جمعوری حاصلات کوکنار از کویته پشاور به هلمند آمدند. حیات الله حیات والی هلمند گفته است آمدن طالبان در هلمند را برای زنی کوکنار تایید می کند در میان نشترزنها ها طالبان مسلح نیست میآیند در حال حاضر 25 هزار تن برای جمعوری محصولات کشت کوکنار به هلمند روزگان و کندهار رو آمدند و آنها از کویته و ولایات همجوار داخل این ولایت شدند. در حال حاضر بخش عظیم ولایت هلمند در تصرف این گروه شورشی قرار دارد ولسوالی های باغران، دیشو، نوزاد، موساقله، خانشین، ناوه و سنگین به طور مکمل تحت گروه طالبان قرار دارند در حالی که بخش های از گرشک، نادلی، مارجه و واشیر هنوز هم در تصرف نیروهای امنیتی می باشد نامنی ها و ادامه گسترش و حضور طالبان تا در وازه های شهر لشکرگاه عامل اصلی بالا رفتن سطح کشت و کوکنار در هلمند گفته می شود کشت و کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح افزایش یافته است سال گذشته 80 از زمین در هلمن کوکنار کشت شده بود و مطمئن هستیم که امسال افزایش یافته است جنگ در هلمند بزرگترین تولید کننده تریاک زمان شدت گرفت که نیروهای بریتانیوی و آمریکایی در اواخر سال 2014 میلادی آنجا را ترک کردند این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اطلاتیک شمالی یا ناتو بخش عظیم نیروهای تحت رهبریش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را بر عهده نیروهای افغان گذاشت بر اساس گزارش حدود 25 هزار سرباز آمریکایی و بریتانیایی تا سال 2014 میلادی در هلمند مستقر بودند که بیشترین تلفات را متحمل شدند.